با بهترین درودها و شادباش‌های نوروزی خدمت شما بینندگان گرامی، در آستانه نوروز هستیم و همچنان مراسم نوروزی ایرانیان در سراسر جهان برقرار است. کشورهای دیگر همجوار ایران، آنانی که زمانی جزو پرشین امپایر بودند، هنوز در حال مراسم نوروزی می باشند. تاجیک ها، افغان ها، ترک ها، آذری ها، آذربایجان و کشورهای دیگر اطراف ما همانند افغانستان و دیگران نیز همچنان نوروز را گرامی می‌دارند. در برنامه امروز به شهرهای مختلف جهان خواهیم رفت و با یارانمان در مورد نوروز و تبریکات نوروزی به شما هموطنان به گفتگو خواهیم نشست. در هفته‌ای که گذشت در روز یک شنبه در لس آنجلس مراسم دید و بازدید نوروزی در وست وود، محله‌ای که به محله ایرانیان معروف است، برگزار شد و در این منطقه ایرانیان به گرد هم آمدند و نوروز را با یکدیگر جشن گرفتند. اعضای حزب مشروطه ایران از بامدادان به زدن پرچم‌های سه‌رنگ در این منطقه مشغول بودند و بعد از شامگاه و پایان این پرچم‌ها را از بر روی پلاکارد‌ها و تیرهای خیابان وست‌وود و محله ایرانیان جمع کردند. حزب مشروطه ایران در کنار دیگر ایرانیان دست به این اقدام زد و شرکت کتاب در این مسئله بسیار بسیار کوشا بود. به گزارشی از بخش رادیو تلویزیون حزب مشروطه ایران توجه بفرمایید. من و تو هم خونی بچه ایرونی، خاک ما خونه ما، عاشقش میمونی، وطن خاطره ها، وطن نظر و دعا، خاک دل داده می و داغ دل بسته گیا، یاد مردونه گیا، همه نوتی گریا، خون دل ما خوردی سر آش کشی آن. هم جا که باشی خاک تو خاک منه، اگه دل تو سینه داری واسه ایران بزنه. هم بزن هم جا که باشی خاک تو خاک منه، اگه دل تو سینه داری واسه ایران بزنه.
آمد گل آوا شد، دل ما با تو خاطر خواه شد، بهار اومد هوا خوبه، نگار من چه محجوبه، نگار من چه محجوبه، بهار اومد گل آوا شد، دل ما با تو خاطر خواه شد، بهار اومد هوا خوبه، نگار من چه محجوبه، نگار من چه محجوبه، بهار بازم بیا عشق و بیارش بده هر یاری رو دست نگارش، بهار بازم بیا عشق و بیارش بده هر یاری رو دست نگارش. جای دنیایی که هستین، امیدوارم که سال بسیار خوبی در انتظار همه شما باشه. عیدتون مبارک. در کنار برادر عزیزم هستم. خواهش می‌کنم. منم به نوبه خودم تبریک میگم. امیدوارم که امسال سال خوبی، خوشی، سربلندی و سرفرازی مردم ایران و همه کسانی که نوروز جشن می‌گیرن باشه. افتخار برای رمزی. دارم سال نو رو تبریک میگم بهتون. ان‌شاءالله که سال خوبی برای همتون باشه. به امید آزادی و پیروزی برای مملکت عزیزم. همین نسیم شب‌ها منو دوباره عاشق کرد. بهار بازم بیا عشق و بیارش بده هر یاری رو دست نگارش، بهار بازم بیا عشق و بیارش سال نو مبارک. همین نوروز
درودی مجدد خدمت شما بینندگان گرامی، شما که به تماشای برنامه راه آینده، برنامه حزب مشروطه ایران از طریق شبکه سراسری کانال یک دل لس آنجلس نشسته اید. درودی داریم به همه هموطنانمان در سراسر جهان. تبریکی داریم برای همه شما که در ایام نوروز، نوروز را جشن میگیرید و آخوندها و ملایان عقب مانده و پوسیده را اینچنین زجر میدهید. نوروز جشنی است که نشانه ملیتی یک تاریخ است، نشانه ملیتی است که سالیان دراز در طول این تاریخ، از زمانی که اولین نشانه هایی از تاریخ پیدا می شود، در سرزمین آریا بوده است و هست. عید همگی فرخنده باد. به اروپا می رویم و با یارانمان به گفتگو می نشینیم. آیه دکتر نادر زاهدی، در اروپا عید شما مبارک و سال روز نو شما خجسته باد. درود بر شما جناب آقای فراهانی. درود بر شما. در دوستان عزیزمون در تلویزیون، من هم سال نو رو به تمام ایرانیان چه در خارج و چه در داخل کشور تبریک میگم. امیدوارم که سالی پر از سلامتی برای هموطنان باشه. خیلی خوشحال هستم که امروز برای یک سفر حزبی در بلژیک و هلند اومدم. بله. و این دوستان هم امروز مخصوصا خانم خلفزاده و آقای شاهسانی اینجا هستن که بعد اونا هم صحبت خواهند کرد. در حقیقت امسال یک سالی سرنوشت ساز برای ایران میتونه سرنوشت ساز باشه به دلیل این انتخاباتی که خواهد شد و به طرف سرنگونی رژیم خواهد رفت. در صورت در خارج از ایران بسیاری شروع به حمایت از ملت کردن، گروه هایی دست به کار شدن که داریم به سوی رهایی ایران رفته و با حفظ مرزها و تمامیت ارضی ایرانگی ملی، حامی ملت ایران و حزب مشروطه ایران باشن. من برای دوستان روز و سالهای خوشی رو آرزو میکنم. همینجا اگه سوالی از دنیز گوش میدم و بسیار بسیار ممنون میشم. سال نو به شما، خانواده و همه یارانمان در اروپا میمون و مبارک باد. سپاس از شما. متشکرم. جناب فرهانی درود بر شما. درود بر شما خانم خلفزاده، سال نو بر شما مبارک و امیدوارم که سال نو سالی خوب و خوش و سلامتی و سربلندی کشورمون باشه. همچنین سال خوبی رو در پیش داشته باشیم. اجازه بدید من به زبان عربی برای تمام دوستانهای عزیز این سال رو تبریک بگم. خوشحال میشم. اخوان و اخواتین ایرانین، خوزستانین، ایرانین عرب، كل سنه وانتم طيبين واتمنى لكم صحه وسلامه والحريه كامله. خوزستان ایران و کلکم طیبین انشاءالله یا رب. از شما خواهش میکنم به تبریک آقای ساسانی به زبان آذری اجازه بدین چونم صحبت. بسیار خوشحال میشم با آقای ساسانی هم صحبت کنم. قربان شما. درود بر شما. درود بر شما جناب ساسانی، سال نو بر شما مبارک و بر همه هموطنانمان در آذربایجان و سرزمین زرتشت. سال نو بر شما تبریک میگم. از شما هم اجازه میخوام که خواهش میکنم قربان بفرمایید. تبریک به زبان آذربایجان من بگم. سیز به یوسیز آذربایجانلار، تمام آذربایجانلار سیزه بایرامو تبریک دیرن. امیدوارم که جرن ایکی بایرامو دیگر در تاک مملکتمون آزادترین و بایرامومز با هم تاک gələr inşallah bayramımız düz bayram olacaq. Azadlıq, İranın azadlığı və bizim əziz bayramımız, Nowruz bayramımızı bir yerdə tutacaq. Onu xatirdən bilin ki, bir illəri məmləkətimiz azad olacaq.
آی ساسانی سیزی دیوی بایرام دا مبارک باد. سلام دستست. سلامت الله. قربون شما متشکرم. قربون. درود از شما، سال نو شما مبارک و با امید بهترین ها برای شما. جناب بهمن زاهدی از آلمان. با درود به شما و ایرانیان عزیزمندی که به تماشای برنامه شما نشستن. نوروز رو به همه ایرانیان تبریک گفته و سالی پر از موفقیت برای تک تک هموطنان آرزومندم. امیدوارم که در سال پیش رو بتوانیم به خواست همگانیمون برسیم و در ایرانی آباد و آزاد به رفاه و آسایش برسیم، در کنار همدیگه زندگی بکنیم و با هم آینده کشورمون را بسازیم. سال پیش رو سال همبستگی و ایرانی شدن هستش. امیدوارم که هویت ملی ما از زندان مطلق گرایان آزاد شود و خداوند ایرانیان عقل و خرد به سوداگران اسلام هدیه کند تا آنها هم از زندان درونی خودشون آزاد بشن و بتوانند به جهان به گونه دیگری نگاه بکنند و درک کنند که با آزار و اذیت نمیتوانند بر ملت ما حکومت کنند. درود بر شما، با تشکر از شما و به امید اون که سال جدید سال خوب، پیروزی و شادی برای شما، خانواده و هموطنانمون در آلمان باشه. با تشکر از شما. به خط بعدی اگر اتاق فرمان بگه بر آقای علاسفند از لندن. درود بر شما، سال نو شما مبارک و با امید اون که سال خوبی داشته باشین. آمین. درود بر شما. درود بر شما، سال نو شما مبارک. ارادتمند ایوان، سالتون مبارک باشه. منم به نوبه خودم از طرف حزب مشروطه ایران شاخه انگلستان سال نو رو، نوروز باستانی رو به همه همیهنان درونمرز و همه پدران و مادران و همه جوانان آینده‌ساز و همه وطن پرستان عزیزی که سال نو رو در کنار آرامگاه کوروش بزرگ گذروندن، و همه هموطنان برونمرز سال هم مثل سالهای قبل دور از خونه در غربت بودن شادباش میگم. همچنین پیام ویژه‌ای دارم برای زندانیان سیاسی و امنیتی، اونایی که در ایران بودن و باز هم سال نو رو کنار خانواده‌شون نبودن و در زندان گذروندن. میخواستم من از این فرصت استفاده کنم امروز با یکی از دوستانی که از دراویش گوهربادی بود، تازه از زندان به قید وثیقه آزاد شده بود، صحبت میکردم. پیام ویژه‌ای برای اونا دارم، سال نو بهشون تبریک میگم. و اینا دارن 27 اردیبهشت یک دادگاهی دارن که براشون برنامه‌ریزی سازه، از ما هم خواستن که در واقع صداشون رو به گوش بقیه ایرانی‌ها برسونیم، براشون کمپینی بتونیم راه اندازی کنیم که ازشون حمایت بشه. شاید این یک کمکی در راستای این کاری که دارن و در راستای این دادگاهی که هستن باشه. به هر حال امیدوارم که سال جدید آغاز یک تحول بزرگ در راه رهایی از دیکتاتوری فاشیست اسلامی و رسیدن به آزادی همه، آزادی که همه ما در آرزوش هستیم باشه. من هم به همه دوستان عزیزم که در همه در جای جای ایران هستن تبریک میگم بهشون. امیدوارم که سالی خیلی خیلی خوب داشته باشن و به زودی به ایران آزاد بشه و همه هم بتونیم به کشورمون برگردیم. پاینده باشید. نوروز شما هم پیروز. آیاسفند از لندن. با هموطن دیگری در لندن صحبت کنیم. آقای فرجی در لندن. فرحی آقا. فرحی هستیم قربان. آقای فرجی نیومدن هنوز. ببخشید. بفرمایید. در خدمتم. بفرمایید. آقای فرجی سال نو شما مبارک و با امید اینکه سال خوب، خوش و با پیروزی‌های هر چه بیشتر برای شما، خانواده و همه هموطنانمون در لندن باشه. سپاسگزارم و با درود آقای فرهانی. منم ابتدا به اندازه شکوفه های بهاری برای شما و همکارانتان در تلویزیون راینده و همچنین دبیر کل محترم حزب آقای پاشایی و هموندان عزیزم و هواداران حزب تبریک و شادباش میگم و همچنین فرارسیدن نوروز این میراث با ارزش و نگهدارنده ایرانی ها را به همه هموطنان عزیزم و کلیه اقوام و کشورهایی که این عید ایرانی را جشن میگیرند تبریک میگم. نوروزی شاد و سال آزادی برای وطنم ایران را آرزو دارم. سپاسگزارم.
آقای فرجی از شما بسیار بسیار آقای فرحی، من شما رو یه بند با آقای فرجی اشتباه میکنم، منتظر ایشون هم هستم. آقای فرحی بسیار بسیار از شما متشکرم و به امید اون که سال خوب و خوشی در پیش داشته باشین خواهش میکنم تبریکات من و به همه هموندان حزب و همه ایرانیان در لندن برسانید. با تشکر از شما. درود به شما، سال نو شما مبارک. با درود به شما جناب فرهانی و همچنین تمام بینندگان گرامی. جناب فرهانی، میخواستم سال نو رو خدمت شما و تمام هموطنانمون تبریک بگم و امیدوارم سالی رو پر از موفقیت، آزادی و پیروزی پیش رو داشته باشیم. سال بسیار خوبی رو پیش رو داریم قربان. امیدوارم سالی باشه با موفقیت هرچه بیشتر نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، سالی برای آزادی ایران و ایران آزاد برای همه ایرانیان. قربان. آقای حسن ساختمانی از بلژیک، از شما بسیار بسیار متشکرم. من هم تبریکات خودم رو به همه هموطنانمون در بلژیک و خصوصا اعضای حزب مشروطه و شاخه شما ابلاغ می‌دارم و با امید آرزو سربلندی و سرافرازی ملت ایران. با تشکر از شما. اگر که اتاق فرمان اجازه بدن به یک موزیک ویدیو نگاه کنیم، بازگردیم و با دیگر هموطنانمون به گفتگو بنشینیم که یاران بسیاری روی خط داریم. بینندگان گرامی، آهنگ راجب آقای زرتشت پیامبر، واقعا آقایی برازنده یک چنین فیلسوفیه. آقای زرتشت پیامبر ایرانی، پیامبری که هیچگاه ادعای پیغمبری نکرد، در مورد سال ظهورش و تولدش بین 6000 سال قبل از میلاد مسیح تا 600 سال همچنان این قضیه در ابهام است. اما که مهم است اینه که مورخان دین زرتشتی تولد زرتشت را به 1766 فروردین 1767 قبل از میلاد مسیح اعلام میکنن و در تاریخ این مسئله را در گذشت اون رو در سال 1691 در کات های
بیشتر از 200 بار صحبت از در گاتها بیش از 200 بار صحبت از مزدا میکنه یا اهورا مزدا میکنه زرتشت، که اون نشانه خدای یگانه است و ایرانیان اولین نفگروهی بودند یا اولین قومی بودند که یک یگانه پرست بودند، یکتا پرست بودند. این حرف هایی که دیگران میزنن که ما به یکتا پرستی آمدن ما رو کشتن و گردنمون رو زدن، اینها قصه بیش نیست. ایرانیان با داشتن زرتشت یکتا پرست بودن، به اهورامزدا خدای یگانه را قبول داشتن. اساس دین زرتشت بر گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک در هات سی گاتهای بند هشت آمده است که کشور جاودانه به بهشت از آن کسی است که در زندگی خیش با دروغ بجنگد. در دین زرتشت و مذهب زرتشت و آیین زرتشت دروغ بزرگترین جنایت است. تقیه مقیه وجود ندارد. می رویم به شهرهای مختلف و با هموطنانمان به گفتگو می نشینیم. می رویم به سیاتل و با آقای حسین خرم یار و هموند گرامی به گفتگو می نشینیم. آقای حسین خرم، سال نو بر شما، خانواده و همه یاران در آن قده ایالت متحده امریکا مبارک باد. سلام از خدمت شما. در ضمن این سال جدید و سعید باستانی رو به کلیه ایرانیان اصلا در سراسر دنیا تبریک میگم و امیدوارم سال پیروزی آزادی برای هممون باشه. درود به شما. تبریکات منم به همه هموطنانمون و به همه دوستان و یارانمون در سیاتل ابلاغ بفرمایید. سال نو و شما و خانواده محترم مبارک و پیروز باد. خیلی ممنون، به امید پیروزی و آزادی. درود به شما. به سوئیس می رویم و با هموند گرامی آقای یاور یزدانپرست به گفتگو می نشیم. آقای یاور یزدانپرست در سوئیس، سال نو بر شما فرخنده باد. درود بر شما جناب فرانی عزیز و درود بر تمام ایرانیان در سراسر گیتی و من هم نوروز باستانی 2572 ایرانی رو به شما و به تمام ایرانیان در سراسر جهان و به ویژه به تمام ایرانی های جدا شده از وطن، افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان جدا شده از میهن، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و تمام آنهایی که و تمام کشورهایی که نوروز رو جشن میگیرند، این روز رو به شما و به تمام اینها شادباش عرض میکنم. 2572 سال پیش جناب فراهانی کوروش بزرگ تاجگذاری کرد و این تاجگذاری مبدع این سال ایرانی شد و آغاز و سرآغاز این تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران قرار گرفت، این جشن نوروز. آقای یزدانپرست، من به سال نو رو به شما تبریک میگم و به خاطر دارم که در صحبتی که در اوایل نوروز با یکدیگر داشتیم راجع به مسئله پناهندگان ایرانی در سوئیس به گفتگو و اصولا کشورهای اروپایی خصوصا سوئد به گفتگو داشتیم. من سعی خواهم کرد در برنامه‌های آینده در این مورد بیشتر صحبت کنیم، ولی من از شما میخوام ظرف 2 دقیقه یک گزارش کوتاهی درباره این شرایط به ما بدیم. ببینید، کشورهای اروپایی به خصوص در ابتدای کار سوئد ظاهرا در چند روز گذشته، در هفته گذشته، بسیار پلیس‌های سوئد اصولا مهاجرها و به خصوص ایرانی ها رو در متروها، در جاها، در فضاهای عمومی به کمین نشستن و بسیار ناجوانمردانه و بسیار غیر حقوق بشری اینها را دستگیر میکنن. کسایی که مدرک اقامتی ندارن فعلا به دلایل مشکلاتی که براشون هست، اینها رو به ضرب باتون و به ضرب کتک و روی زمین کشیدن اینها رو دستگیر میکنن، بازداشت میکنن و بعد از اون خیلی مخفیانه بدون اینکه کسی بفهمه به ایران دیپورت میکنن. حتی کسایی رو که استقامت میکنن و در برابر اینها میستن و نمیخوان که به جهنم جمهوری اسلامی برگردن رو به زور آمپول و دارو اینها رو به اصطلاح لمسشون میکنن و به ایران دیپورتشون میکنن. هفته گذشتن چند نفر رو این کار رو کرد دولت سوئد و ما امیدواریم که حالا در برنامه های بعدی بتونیم بیشتر راجع به این موضوع بپردازیم و بتونیم کاری کنیم که دولت های اروپایی دست از این همکاری های صمیمانه شون با جمهوری اسلامی بردارن. ظاهرا فقط مسئله های
مسئله اتمیشونه. ببینید اگه این مسئله اتمیشون حل بشه، این مسئله حقوق بشری اصلا ظاهرا نمیخوان که بهش بپردازن و به این مسئله حقوق بشری اصلا توجهی نخواهند داشت. و این سرآغاز نقض حقوق بشر در آینده ایران، به ویژه اگه که سر مسئله اتمی با هم دیگه کنار بیاد، این میتونه سرآغاز این باشه که دولت ایران هم داخل هرکی رو سرکوب بکنه، آقایون ظاهرا کشورهای دیگه صداشون در نخواهد آمد. این فعلا یه گزارش کوتاهی تا گفتگوی بعدی بتونیم بیشتر راجع به این موضوع باشیم. حتما در مراسم نوروزی هستیم، نمیخوام هموطنا رو چیز کنم، ناراحت کنم، ولی حتما ما به این مسئله پیگیری خواهیم کرد. از همه هموطنانمون میخوایم در کنار ما باشن با هر عقیده سیاسی هستن، چون این مسئله حزب مشروطه یا مسئله حزب کمونیست یا مسئله جبهه ملی نیست. این مسئله دامنگیر همه پناهجویان ایران خواهد شد. باید دست در دست یکدیگر از حقوق پناهجویان طبق قوانین حقوق بشر و قوانین سازمان ملل دفاع کنیم. آقای یاور یزدان پرست، عید شما مبارک، سال نو بر شما پیروز باد، تا برنامه های آینده سپاس از شما، تا دو روزی دیگر بهتون. قربان شما. درود بر شما. آقای عزت الله رشمی از سوئد، پناهنده ای که در خطر است، اما سال نو شما و عید شما مبارک باد. من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای فرهانی، سال نو رو به شما و تمامی هموطنان خوبم در سراسر ایران تبریک عرض میکنم. آقای اشبید، من نمیخوام زیاد راجع به این قضیه صحبت کنم در این برنامه، ولی میدونم که شرایط شما هم شرایط بدیه و دولت سوئد در پی دیپورت کردن شما هست، درسته قربون؟ بله جناب، من سید عزت‌الله رشمی هستم و خدمت شما کنم، یه فعال سیاسی و وبلاگ نویس هستم. فعالیت سیاسی مو در ایران، بیشتر فعالیت سیاسی مو از سال 86 به بعد، البته کار پنهانی سیاسی در ایران داشتم زیرزمینی که از سال 2005-2006 شروع شد با دستگیری برادرم. بعدها به علت فرار کردن برادرم از ایران، ما تحت فشار و بازجویی و شکنجه‌های شدیدی در ایران بودیم، هم خودم، پدرم، یعنی هم میدونم، یکی از خواهرانم، بله، که در این بازجویی ها و شکنجه ها متاسفانه بچه چند ماهه خواهرم سقط شد. پدرم در اثر بازجویی ها و شکنجه هایی که شد دو بار سکته مغزی ایشون کردن، بعدها همین سکته باعث فوت ایشون شد. خودم خیلی شکننده شدم در بازجویی هاشون. به هر حال به مبارزمون ادامه دادیم تا به امروز. بنده در تمامی تظاهرات های انتخاباتی سال 88 در بیشتر تظاهرات ها در تهران حضور داشتم، به اضافه این که ما سیدی تظاهرات ها رو شبنامه هامون و شبا بین خونه ها تو تهران پخش میکردیم. در یکی از تظاهرات ها که در 18 تیر بود، من در امیرآباد دستگیر شدم که خب حالا بعدها آزاد شدم. بلافاصله چون پرونده اطلاعاتی داشتم، مجبور بودم که ایران رو ترک بکنم. بله. بعد از ترک ایران من از طریق قاچاقچی به سوئد اومدم و از روزی هم که وارد سوئد شدم به فعالیت های سیاسیم ادامه دادم تا به امروز. دقیقا. در تظاهرات ها آکسیون های مختلفی در سوئد، خودم مسئول برگزاری چندین تظاهرات در سوئد بودم، به اضافه این که کمپین های مختلفی رو ما در سوئد اجرا کردیم که آخرینش سال گذشته در استکهلم بود که به مدت 30 روز برای نقض آشکار حقوق بشر در ایران ما در استکهلم یک کمپینی رو بنا کردیم که خب با استقبال خوبی هم مواجه شد و متاسفانه اسلامگراها و سفارت جمهوری اسلامی ایران هم به مراتب دردسرهای زیادی رو برای ما توی اون 30 روز به وجود آوردن. از برنامه های دیگهی که ما در سوئد داشتیم، برنامه‌ای بود که دوستان خوبمون در استخوان گذاشتن به نام سه‌شنبه های اعتراضی بوده. بله. که هر هفته سه‌شنبه ها جلوی سفارت ننگین جمهوری اسلامی ما برنامه های خاصی رو داشتیم که خودم شرکت کردم، سخنرانی کردم و ما 20 یونی رو داشتیم که در 40 کشور دنیا برگزار شده که یکی از مسئول برگزار کنندش در شهری که من زندگی میکنم خودم بودم و در آکسیون های زیادی 5 نوامبر بوده برای آزادی زندانیان سیاسی. به هر نحو من در تمامی فعالیت های سیاسی چه در ایران بودم
چه در زمان که تو شکنجه و بازجویی بودم و چه بعد از اینکه فرار کردم از ایران اومدم اینجا، دست از مبارزه بر نداشتم. حتی با اومدنم به سوی خانوادم به خطر افتادن. خانوادم، همسرم بازداشت شد، بازجویی شد ازش، بچه‌مو تهدید کردن، بچه 4-5 سالم رو تهدید کردن که مجبور شدیم خانوادم هم از ایران خارج بکنیم. چه مشکلات و بدبختی هایی که کشیدیم حالا بماند. و اون تلفن های تهدیدآمیزی که به خانوادم میشد و هنوز هم ادامه داره این تلفن ها، اینها همه و همه باعث نشد که ما بتونیم بخوام از مبارزه‌مون دست بکشیم. خیر، تا به امروز بر علیه جمهوری اسلامی ایران مبارزه کردیم به امید اینکه بتونیم آزادی بیان، آزادی، دموکراسی رو برگردونیم به ایران تا اونجایی که در حد بنده حقیر بوده. نذاشتیم خون نداها و سهراب‌ها و ستار بهشتی ها از بین بره. بدونن ما هم که خارج از کشور هستیم، بندم دو تا از اعضای خانوادم رو از دست دادم، ولی خب الان متاسفانه این مشکلات در صورت برای من به وجود اومده. با اینکه من گفتگوهای تلویزیونی زیادی داشتم، فیلم‌های زیادی بر روی یوتیوب دارم، وبلاگ دارم، وبلاگایی دارم که مقاله‌های خودم نوشته میشه و خیلی پربیننده هستش، 3 تا وبلاگ دارم و پرونده سیاسی خیلی خوبی دارم و عضو 2 حزبم هستم و برادرم سالها در زندان اوین بوده. شرایط شما رو دقیقا درک میکنم، میدونم، من دنبال برنامه های شما بودم، خبراشو دارم، ولی من فکر میکنم در شرایط فعلی احتیاج هست که همه ایرانیان دوشادوش یک دیگه و دست در دست یک دیگه از کسانی مثل شما و همه پناهجویانی که در هر کشور خارجی اروپایی هستند دفاع کنند و نگذارند که اینا به ایران برگردند. شرایط این پناهجویان و برگشتنشون به ایران شرایط زیاد خوبی نیست. یک زندانی به زندانیان دیگر و در شکنجه‌گاه های اوین اضافه خواهد شد. حتما در برنامه های عادی بیشتر با شما صحبت خواهم کرد راجع به این مسئله و راجع به این که چگونه میتونیم این کار رو بکنیم. آقای یاور یزدان پرس بسیار بسیار در این موضوع و موضع فعالیت در حال فعالیت هستند، با دیگران در حال گفتگو هستیم و حتما سعی خواهیم کرد تا حد امکان و تا اونجایی که میتونیم از طریق پارلمان اروپا و از طریق دولت سوئد جلوی این کار رو بگیریم. درود بر شما، سال نو بر شما مبارک و به امید اون که در برنامه های آتی دیگر بار با یکدیگه به گفتگو بنشینیم. من از سپاسگزارم از شما که این وقت رو در اختیار من گذاشتید و تشکر میکنم از بیننده های خوبه. درود به شما و ما در کنار همه پناهجویان ایرانی و همه هموطنانمون که علیه جمهوری اسلامی، جمهوری ظلم و ستم اقدام میکنند خواهیم بود. میرویم و به یک موزیک ویدیو نگاه میکنیم، باز میگردیم و گفتگومون رو با یاران دیگرمون پی خواهیم بود. Thank you.
گل به تو ای گل نشونه سلامت و یادت زبونم درون سرم انداز نیتونم خوش اومدی تو خونم درودی مجدد خدمت شما بینندگان گرامی. به سوئد می رویم و با یار و همبند گرامی آقای علی عالمزاده، علی پرمخاطره و خاطر ساز و برنامه ساز که برای حزب شده، صحبت میکنیم. علی جان درود بر شما، سال نو شما مبارک و به امید آنکه سال خوب خوش و پیروزی در انتظار شما باشه. درود بر شما جناب آقای فرزاد فرانی عزیز و یکایی که عزیزانی که اونجا میشنیدم در ذاتی که روی خط تلفن بودم سخت در تلاش هستید. همچنین اجازه میخوام فرصت رو مختنم بشمارم به همه هموندان عزیز و ارجمندم در سراسر گستره این جهان پهناور، خصوصا در ایران، یک درود و شاد باشه نوروزی رو بگم. امید رو دارم که همواره در کمال صحت و سلامت باشید و همچنان مصمم در راهی که در پیش گرفتید و یکایی که میهنان عزیز ارجمندمون فارسی زبانانی که در افسانات این جهان پهناور نوروز رو به عنوان فصل زایش دوباره طبیعت سرآغاز و سرلوحه کار خودشون قرار دادن و البته سال نوی خودشون رو هم از همون بابت شروع میکنن و امیدوارم که همه با الهام گرفتن از این بهار و طبیعت بتونیم که یک زندگی جدیدی رو در سال جدید رقم بزنیم و به حرکت رو به رشد و پیشرفت خودمون، خصوصا در راه مبارزه و آزادی ایران عزیز، یک روح تازه و دوباره ببخشید. در خدمت شما هستم. و این چند ثانیه ای که چند دقیقه ای که فرصت داریم اجازه بده آقای عالمزاده من یک معرفی کوچک دماغ‌درباره ای از شما داشته باشم و اون اینه که آقای عالمزاده، آقای علی عالمزاده از هموندان حزب مشروطه زمانی که از ایران گریخت و در ترکیه بود به دلیل تظاهراتی که برای هموطنان کردمون و اقداماتی که جهت سرنوشت کردهای ایرانی در شهر وان انجام میداد و گزارش‌های تلویزیونی که در این مورد به ما میداد مورد خشم دولت ترکیه قرار گرفت که با استقبال دولت ایران مواجه شد. آقای علی عالمزاده و دیگر دوستان ما رو که 4 نفر بودند به سوی مرز ایران بردند که تحویل بدن، طی اقداماتی که شد به مرز مجبور شدند به ایران تحویل ندن، در عراق و در کوهستان‌های کردستان عراق رها کردند و بالاخره با سرنوشت بسیار بسیار پیچیده و مبهمی که در اون روزها داشت توانست که خودش رو به یه تلفنی برسونه، خبر بده که کجاست و بعد اقداماتی شروع شد و امروز در سوئد در حال زندگی هست این پناهجوی عزیز و همچنان به فعالیت‌های سیاسی خودش جهت مبارزه علیه جمهوری اسلامی ادامه میده. آقای عالمزاده، کتاب شما به کجا رسید؟ کتابی که در حال نوشتنش هستید و از خاطرات اون خیابون‌ها و از اون کوهستان‌هایی که با پاهای دمپایی پوشیده در کوهستان‌های برف رهاتون کرده بودن می داشتید می رفتید. عرض کنم که آقای فرانی عزیز، مسئله این است که حالا من که اسم کتابمون نمیدم، نوشتار ساده بیش نیست، اما با این ذهنیت که خودش می تواند بخشی از کار مبارزه باشد
و اینکه ما وظیفه داشتیم که بعضی از نکات رو مطرح بکنیم برای اینکه نه ما که الان در سوئد یا امریکا یا جاهای مختلف هستیم، بلکه بسیاری از این کسانی که همچنان با اون مسائل و مشکلات دست به گریبان هستند، کما اینکه می‌بینید برای نمونه در خود عراق ما آقای قمری طبسی و خانواده‌اش رو داریم و بسیاری ما نه. همین الان آیا عالمزاده قبل از شما با هموطن دیگری در سوئد صحبت می‌کردیم که می‌خواند به دیپورتش کنن؟ یک بانوی ایرانی یک دختر جوان رو هفته گذشته دیپورت کردن در سوئد، لااقل چه می‌گذره؟ بله، میبینید که به هر حال تمام این مسائل و مشکلات هست و خب من فکر کردم اون یک بخشی از مبارزه هست و باید به هر حال از هر ابزاری که وجود داره استفاده بکنیم برای بیان درد ملت خودمون در افسانات این جهان پهناور. و خب اون نوشتار هم کما اینکه شخص از ایتالیا هم باز به هر حال در جریان هستید، ضمن اینکه سهم بسزایی در یک پوست اندازی روانی و معرفتی برای خود من همیشه داشتید با حضور مؤثر از راه دور و دوستی و رفاقتی که حقیقتا در بسیاری نقاط در حق من تمام کردید. و مسئله این استش که در مرحله پایانی هست، حالا ما یک ادیت پایانی رو داریم انجام میدیم، اون نابلدی ها و خامی های قلم بنده رو دوستانی که به هر حال چرب دست و چیره دست هستن در مقوله نوشتن دارن سعی میکنن که مقدار بنده کمک بکنن تا بشود یک نوشتار حتی اقل قابل ارائه تری رو تقدیم کرد، بلکه بتواند بازتابی باشد از اون چه که این حکومت و این تفکر و اون انقلاب کذایی بر سر نسل بعد از انقلاب آورد، که یک گوشه ایست، قطره ایست، شاید اون چه که من عرض میکنم از اقیانوس فجایعی که به بار آمد. و خب من فکر کردم علارم کوچکی و اندکی بلها این یک وظیفه است و حداقل من این وظیفه کم و کوچک رو به قول معروف انجام بدم که تا ببینیم بعد چه خواهد شد، از کجا دوباره باید آغاز کنیم. آقای عالمزاده، وقتی که یه تیکایش رو که من دیدم و داشتم میخوندم و وقتی که در اون کامانکار یا مکامیون یا هرچی که هست، ماشینی که به سوی مرز سرو میرفتید و این چهار نفری که یک نفر از دوستانمون احتمالاً آقای آجرلو در شرایط بد ناراحتی قلبی قرار گرفته بود و شما اون گونه که با قلم شیواتون نوشته بودید که چگونه صدای قلب‌های همدیگر رو میشنیدید، من خودم احساس میکردم خودم دارم با شما صدای قلب خودم رو میشنوم که چگونه چهار انسان رو در حال بردن به سلاخونه هستند و اونهایی که این شما رو داشتن میبردن در پی تقسیم غنایم. واقعا امیدوارم که این کتابتون زودتر بیرون بیاد. من نمیدونم، من شاید به دلیل حساسیتی که دارم این گونه فکر میکنم، ولی فکر میکنم میتونه یکی از موضوعهای فیلم بلای هالیوود باشه و میتونه یکی از برندگان جایزه اسکار باشه. اون چی که به سر شما اومد تقریبا شاید در نوع خودش جزو نادرین ترین شرایطی بود که برای پناهجویان پیش میامد. ما به هر حال میکوشیم آقای فراهانی، شما حتی من رو میشناسید و خب به هر حال هموندان دستین شده ما حقیقتا در از مشروط ایران همواره در حال تلاش و کوشش هستن. ضمن این که من در یک پرانتز کوچک این رو باز کنم، حالا شاید بحث یه خورده شخصی است و میدونم که بسیاری میخوان بیان روی خط برنامه به من کوتاه میکنن، اما یک جان کلامی هست در یک پرانتز کوچک باید بیان بشود و حداقل برای من علی عالمزاده که اون کار رو نوشتم و اون مطلب رو نوشتم بر اساس اون تجارب یک نقش معنوی بسیار بسیار پررنگی رو فرزاد فرانی که الان اونجا در استودیوی برنامه راه آینده از مشروط ایران نشسته دارد، از این جهت که هر اون جایی که حقیقتا من خودم دیگه نمیتونستم به لحاظ روانی احیا کنم خودم رو و ادامه بدم این بازی رو، این مبارزه رو، زمینه که مسئولیت چندین و چند نفر رو هم از سمپاتای خودم به هر حال به عهده داشتم، بدون معطلی می‌دیدم که این تلفن من زنگ می‌خوره و به هر حال یک نام آشنا، یک صدای آشنا، فرزاد فرانی، و حقیقتاً مثل یک همسنگر و یک مبارز همیشه در کنار من بودی و من امیدوار هستم که همین هیجان رو، همین علاقه رو، زمینه اینکه دیگران درک می‌کنن، از گلوگاه اون رسانه باز هم منتقل میکنید به سایر هم میهنانمون برای اینکه تأثیرش رو حداقل خود من دیدم. درود میفرستم به شما دوباره و بهار رو شاد باش میگم همه چیزش رو، ضمن اینکه ما
من میبینم که در سال گذشته حزب خلأ آقای همایون رو اگرچه که ما نتونستیم جایگزین بکنیم و برطرف بکنیم و تکرار ناشدنی سایه در گذشت آقای همایون و خلأی که برای ما ایجاد کرد، ولی حزب میبینم که خودش رو وسخ داده و آروم آروم ما داریم برمیگردیم به اون سمتی که به شرایط آلمانی خودمون نزدیک بشیم. جا داره که از تلاش آقای دبیرکل، از همه دوستان اعضا شورای مرکزی و هموندان سپاسگزاری بکنم و به قول فرمایش همیشگی شما که در پایان این برنامه و به هر برنامه من از شما به خاطر دارم، حقیقتا در راهی که در پیش گرفته ایم پیروزی از آن ماست. من وقت شما رو بیش از این نمیگیرم، برای اینکه میدونم انبوه دوستان مترصد روی خط آمدن هستن و اینکه کلامی رو با هممیهنان و هممندانشون سخن بگن. اگر فرمایشی شما دارید سراپا بیشتن. منم به نوبه خودم سال نو رو تبریک میگم، به امید اینکه همیشه سالم، سربلند و پیروز باشی. علی عالمزاده یکی از مبارزینیه که با مبارزه خودش نه تنها خودش، یاران دیگر ما رو کمک کرد و تونست با یک درایتی این وضعیتی مشکل و طاقت فرسا و غیره قابل توجیهی رو که در کتابش حتما خواهد گفت رو به وجود آورده بود رو کنترل کنه. از شما متشکرم. سال نو به شما، خانواده شما و همه یارانمان در سوئد پیروز و مبارک و خجسته باد. با سپاس فراوان و بدرود با شما. درود. در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسه. با عذرخواهی از همه یارانمون که روی خط هستند، من از اینجا به همه شما تبریک میگم. سال نو بر همه شما مبارک. همه هموندان حزب به شما تبریک میگن و امیدواریم که امروز که روز 13 به در لس آنجلس هست، هموطنانمون به پارک بلبوا برن، از غرفه حزب مشروطه در پارک بلبوا بازدید کنن، به همراه آقای آرش، به همراه آقای رضا، به همراه آقای افشی و دیگر بچه‌های اتاق فنی و همه ما که ما را در این برنامه به نوروزی یاری دادند. به شما را به خدای یکتا، به خدای عشق، به خدای ایران، به خدایی که نوروز را آفرید می سپارم و به خاطر داشته باشید در راهی که در پیش داریم پیروزی از آن ماست. خوشی شاد و عاشقونه، این بهار براتون خوشی شاد و عاشقونه، صد سال به حضیر